ولی در مورد سوال شما که گفتید چرا مردم اون زمان میگفتن رأی من رو پس بده، یا همون چیزی که حالا اصلاح طلبان میگن که شما توی تظاهرات مثلا شعار الله اکبر میشنوید یا شعار یا حسین میر حسین میشنوید. ببینید وقتی شما میرید توی خیابون و میخواید که یک جمعیت رو جمع کنید، این یک چیزی است که فکر میکنم خیلی بدیهی است، ولی به هر حال باید توضیح بدیم. باید دنبال یک چیزی بگردید که از همون اول نباید شعار بدید که مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی. به هر حال چون نمیدونید که کی هست دور و بر شما و کی نیست، به هر حال باید یک شعاری بدید که به هر حال اون اطرافی که هستن یک جمعیتی جمع بشه. بنابراین ابتدا وقتی در تمام این تجمعات نگاه بکنیم، حالا به هر حال اگر یک زمانی فرصت شد نگاه میکنیم به تجمعاتی که شکل گرفته بود، اول ابتدا همینه. یعنی وقتی شما میرید تو خیابون شعار الله اکبر میدن، ممکنه من هم که الان برم توی خیابون تهران همین شعار رو بدم با اینکه کافرم هستم، ولی به هر حال این شعاری هستش که به هر حال مردم اول میدن. به محض اینکه با مقاومت جدی روبرو بشن، اون وقت از قول اصلاح طلبان شعارهای ساختار شکنه نمیدن، یعنی مرگ بر جمهوری اسلامی میگن و مرگ بر خامنه ای و اصل ولایت فقیه، هم چیزی که همین میدونیم. برای اون شعارهای ساختار شکنه وقتی شروع میشه که مرحله جنگ و گریز شروع میشه. برای آیا این همون مردمی هستند که طرفدار موسوی هستن؟ پس چی شد یه دفعه در چند دقیقه به محض اینکه با تیراندازی و گاز اشکاور روبرو شدن شعارها اینجوری رادیکال و به قول کروبی موسوی ساختار شکنانه شد؟ بنابراین میبینید که این دینامیز و پویای اجتماعی اینجا نقش بازی میکنه. وقتی شما وارد خیابون میشین در ابتدا شعار سرنگونی نمیدین، و این شعار موقعی که شما روبرو و در جنگ و گریز مستقیم هستید. حالا من چیزی رو که میخوام بگم اینجا اضافه بکنم این هستش که در روز ششم دی که روز عاشورا بود چه اتفاقی افتاد. در اون روز مردم بدون هیچ گونه سازماندهی مشخصی وارد خیابون شدند و با نیروهای پلیس و گارد برخلاف تمام توصیه های اصلاح طلبان درگیر شدند و اونها رو زمینگیر کردند، بنابر گفته های خود روزنامه نگاران اصلاح طلب که در رسانه هاشون می نویسند و به حال ویدیوها و اسناد و مدارک دیگه ای که هست، یا کسانی که فرار کردن از نیروهای نظامی و امنیتی و اخیرا وارد اروپا شدن و داریم ما به حال می شنویم مصاحبه هاشون. در اون روز اونها زمینگیر شدن، یعنی اگر که این اتفاق تداوم پیدا می کرد به حال ما می‌بینیم که این نیروها دارای یک توان مشخصی هستند، نمیتونن بعد از فرض کنید که یک ماه تظاهرات گسترده و مداوم بتونن که مردم رو سرکوب بکنن، به هر حال به عاقبت خودشون هم فکر میکنن که چه اتفاقی خواهد افتاد. آقای حبیبینیا من میخواستم یه نکته رو عرض کنم. به هر حال من اینجا سعی میکنم بی‌طرف باشم، چون فکر میکنم شما و خانم علی‌نژاد میتونید به واضح و به وضوح دیدگاه های خودتون رو بیان کنید، اما فکر میکنم بخشی از حقیقت رو بهش اشاره نکردید. مشخصا در مورد روز عاشورا دو فیلم معروف هست، غیر از اون فیلم درگیری که به خلع سلاع نیروهای انتظامی منجر شد. فیلم اول فیلمیه که جمعیتی حدود شاید چند هزار نفر به سمت چهارراه ولیعصر داره با شعار یا حسین میر حسین حرکت میکنه که با حمله پلیس مواجه میشه، و یک فیلم دیگه هم هستش که عده زیادی فکر کنم چهارراه کالج هستش دور هم جمع شدن و یه شعار مذهبی دارن میدن که همون شعار معروف لشکر ما لشکر حسینیم یا حسین و اینها. و خب میدونید که نیروی انتظامی مشخصا به مردم حمله کرد. طبیعی هست که نیروی انتظامی وقتی به مردم حمله میکنه و مردم چنین جمعیتی داشته باشن، به اونها یه ریاکشن، یک واکنشی نشون میدن، و به این دلیل روز عاشورا برجسته شده در تاریخ این 8 ماه اخیر که برای اولین بار مردم خیلی خشمگینانه به هر واکنش نیروی انتظامی واکنشی شدیدتر نشون دادن. این که شما میفرمایید که مردم به هم میخوان بپیوندن از شعارهای اصلاح طلبی استفاده میکنن بعد که مطمئن شدن تعدادشون زیاده شعارهای ساختار شکنانه میده، فکر میکنم یک مقدار دور از واقعیت باشه. بله دقیقا این چیزی که شما میگید همون چیزی هستش که من بهش تاکید کردم. یعنی وقتی که شما جمعیت رو میبینید استفاده میکنن از الگوها و چیزهایی را که مرسوم هست. ببینید شما وقتی که وارد خیابون میشید و ترس از این دارید که کشته بشید، یا اینکه به هر حال در یک صحنه ای هستید که زندگی و مرگتون دست خودتون نیست، به چیزهای ماورطبیعه روی میارید، به خدا، مذهب، هر چیزی، اینا عامل های اتحادی هستن برای اینکه شما بتونید با دیگرانی که نمیدونید که ممکنه کافر باشن، مسیحی باشن، مسلمان باشن، مسیحی باشن، بهائی باشن، هر چیزی، اون را بتونید در یک در واقع یک انبوه خلقی به وجود بیاد که حول یک محوری حرکت میکنن. به محض اینکه در همون روز ششم دی مردم درگیر شدن، دیگه اونجا دیگه شعار الله اکبر و اینا، مگر اینکه در زمانی که تیراندازی و اینها بود دیگه بعد از اون دیگه شعارهایی بود که
به قول اصلاح طلبان شعارهای ساختار شکننده بود و مردم شعارهای مثل اصل مرگ بر اصل ولایت فقیه اینا میدادن. ببینید این بحثی هستش که اتفاقا در لهستان هم مطرح شد. یعنی در لهستان شما وقتی که جنبش همبستگی رفت سراغ مذهب و حالا فیلم های تاریخیش هست، امیدوارم که نگاه بکنید، وقتی تظاهرات میکردن با صلیب با اینها میومدن توی خیابون، طبعا نیروهای پلیس اگر که میخواستن به اینها شلیک بکنن متهم میشدن به اینکه دارن به مسیحی ها تیراندازی میکنن، مسیحی که شعارهای مذهبی میدن. از طرف دیگه این شعارهای مذهبی شعارهایی بود که زیاد به خوشایند دولتی که به حال دولت خودش رو به سوسیالیست میدونست و با مذهب چندان میونه نداشت نبود. برای وقتی مذهب وارد یک قضیه اینجوری میشه خیلی پیچیده است. شما ببینید که همه اون مردمی که اونجا دارن شعار میدن طرفدار میرحسین موسوی هستن چون میگن یا حسین موسوی، یا همه اونایی که دارن الله اکبر میگن مذهبی هستن به خاطر اینکه دارن میگن الله اکبر. وقتی شما گزینه دیگه ای ندارید در ابتدا به این طرف میرید. ولی شما اون بخش دیگه هم نگاه بکنید، بخش دیگه ای که همه دارن گلایه میکنن هم از رژیم هم اصلاح طلبها، که این شعارهای ساختار شکنانه شعارهایی هستن که اصل نظام رو زیر سوال گرفتن. این به نظر من این بخشی هستش که باید بهش توجه کرد و این چیزی هستش که صدای دیگری هست که شنیده نمیشه. یعنی شما به نگاه بکنید وقتی شما دارین از تغییر گام به گام صحبت میکنید در بیانیه‌های موسوی و کروبی هست در راه حلشون که ارائه کردن، این گام به گام دیگه برای این 8 ماهی که مردم تو خیابون درگیر هستن و درگیر جنگ و گریز هستن اومدن توی خیابون که یک کاری رو انجام بدن، این دیگه به درد اونا نمیخوره. بله. این مال زمانی بود که یک شرایط آرام و بالانسی در کشور وجود داشت. بعد حالا یک جناب میگه حالا من گام به گام 30 سال دیگه هم وقت دارم، اصلا مهم نیست برام، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی وقتی که شما در یک شرایطی هستین که شرایط شبه قیامه، یعنی شما در یک شرایط انقلابی قرار گرفتین، بعد بگین نه خاله ما 3 سال نمیگم صبر میکنیم یا انتخابات دیگه، چه تضمین دیگه ای برای جمهوری اسلامی وجود داره، برای اصلاح طلبان وجود داره که انتخابات دیگه همین اتفاق نیفته؟ یعنی اینکه شما مردم رو در واقع وعده بدین که بر اساس همین راهکارهایی که جمهوری اسلامی داره ما بر اساس همین راهکارها میخوایم انتخابات دیگه برگزار کنیم، از اونها بخوایم که رفراندوم برگزار بکنیم، از دولت احمدی نژاد بخوایم که به ما اجازه مجوز راهپیمایی بده. همین به اندازه من بسیار نشان دهنده این هستش که ماهیت اصلاح طلبان جدا از بافت جمهوری اسلامی نیست و اونها در واقع دارن به عاقبت خودشون هم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی فکر میکنن، بخوام اونها هم بعد پاسخگوی بعضی از جنایتایی باشن که به دست اونها انجام شد. به هر حال اینقدر موضوعات متنوع هستن که من فقط نگران وقت برنامه هستم چون کمتر از 22 دقیقه به پایان برنامه مونده. شما بینندگان میتونید از طریق ایمیل برنامه روی خط @voanews.com با ما تماس بگیرید. اگر ایمیلاتون تا چند دقیقه دیگه برای ما بفرستید حتما با دو مهمان برنامه مطرح خواهم کرد. اما غیر از این تلفن پیامگیر برنامه هم تا چند لحظه دیگه پیام های شما رو منعکس میکنه. با سلام، در ایران رهبری جنبش سبز از آن آقای موسوی میباشد و آن چیزی که جنبش سبز را امیدوارتر از پیش میکند خون شهیدان و ظلم و ستم هایی است که در این ملت رفت. با عرض سلام، رهبری جنبش سبز مال افرادی هستند که داخل کشور هستند و فقط ما ها که در خارج از کشور هستیم، فقط ما میتونیم به عنوان پشتیبانی و به عنوان دفاع از کسانی که در داخل کشور هستن میتونیم در خارج از کشور کارهایی که میتونیم انجام بدیم. اگر نه رهبری که جنبش سبز در داخل کشور هر کسی هم که میتونه رهبری رو انجام بده بره در داخل کشور، مثل آقای موسوی، مثل آقای کروبی، در خودش در کنار مردم رهبری رو انجام بده. خیلی ممنون. شنونده پیام دو بیننده برای پیامگیر ما بودید. از همکارانم میخوام تلفن‌های پیامگیر رو مدام برای صفحه تلویزیون شما منعکس کنند. بحث رو ادامه میدیم با خانم علینژاد. خانم علینژاد، من اجازه بدید به من که یه مقدار انتقادی سوال کنم چون از آقای حبیبی‌نیا هم همینطور سوال خواهم کرد. میخوام از شما بپرسم در مورد این جنبش اعتراضی در ایران، به نظر شما چه شد که بعد از 22 بهمن رهبری یا حالا چهره‌های سرشناس آقای موسوی و آقای کروبی، عمدتاً تاکید دارن ما همراه جنبش سبز هستیم، چرا یک مقدار با تردید همراه بودن و بعد این بیانیه‌ای که دادن، فکر می‌کنید راهکارشون برای ادامه اعتراضات تغییر کرده؟